اصطلاحی که ما توی دنیای الکترونیک بسیار به گوشمون خورده اصطلاحی مثل سی هستش و یا یعنی اینکه توی بعضی از موارد ما اومدیم اصطلاحی مثل میکروپروسسور یا ریزپردازنده پردازنده رو هم مشاهده کردیم که توی بعضی از موارد استفاده میشه توی این قسمت میخوایم میکروپروسسور ها ریس پردازنده ها و سی ها رو خدمتتون تعریفی داشته باشیم که بسیار ساده هستش و شما متوجه بشید که اصطلاح سی پی اصطلاح میکروپروسسور یا یاریس از کجا آمده و دقیقاً به چه صورت برای موارد مختلف استفاده میشه ریس پردازنده و سی یک تراشه است. پس در مرحله اول یک تراشه است خب خاطرمون هستش که تراشه از تعداد بسیار زیادی ترانزیستور ساخته شده این تراشه یک تفاوت که با باقی تراشه ها داره اینه که میتونه یک سری عملیات های حسابی و منطقی رو انجام بده سی هم دقیقا به همین صورت هستش توجه بکنید که ریس پردازنده یا میکرو پروسسور و سی یک سری تفاوت هایی دارن اما امروزه دیگه تقریبا عبارت سی رو برای ریس پردازنده ها به کار میبرن پس سی و میکروپروسسور یه تراشه هستش که عملیات حسابی منطقی رو ما میتونیم با اونها انجام بدیم و توی کامپیوترهایی که از سی از اونها استفاده شده ویژگی قابل برنامه ریزی شدن رو به کامپیوتر میده سه کار اساسی رو ما میتونیم از طریق این تراشه ها انجام بدیم این سی ها این ریس پردازنده ها میتونیم انجام بدیم یکی که همون مسئله که خدمتتون عرض کردیم میتونه بر اساس منطق و حساب یک سری محاسبات رو انجام بده مثلا محاسبات مثل جمع و تفریق ضرب و تقسیم رو میتونه انجام بده یه کار مهم دیگه ای که میتونه انجام بده اینه که اطلاعاتی رو از یه مکان حافظه به مکان دیگه ای از حافظه منتقل بکنه حالا حافظه چیه؟ قسمت های آینده انشالله به طور مفصل در این مورد خدمتون صحبت میکنیم تا به اینجا یک کار تصور بکنید یک حافظه ای هستش حالا به چه صورت فعلا نگه دارید کار رو که این سی این میکروپروسسور قابلیت داره اطلاعات از یه بخشی از حافظه یک محلی از حافظه به مکان دیگه ای در حافظه منتقل بکن این کار مهم اون که مهمترین کار اون هستش اینه که بر اساس یک تصمیم هایی که ما برای اون مشخص میکنیم میاد و بین اون تصمیم ها بر اساس شرط هایی که ما تعیین کردیم گذر میکنه و بر اساس اون شرط ها تصمیم میگیره که کدوم دستور و کدوم کار رو انجام بده پس چطور شد؟ یعنی یک حالت قابلیت تصمیم گیری رو داره فقط این قابلیت تصمیم گیریش محدود به تعریف ما از تصمیم های اون هستش ما میایم میگیم که مثلا برای این حالت اتفاق افتاده تو میتونی این چهار کار رو انجام بدی این چهار کار شرط‌هایی داره هر کدوم از این شرط‌های اتفاق افتاد میتونی کار مربوط به اون شرط رو انجام بدی بعد اینجا میاد سی میکروپروسسور بین این چند شرط تصمیم گیری میکنه که در کدوم لحظه کدوم یکی از این شرط‌ها اتفاق افتاده و عملیات رو انجام بده پس چطور شد به این صورت شد که سه کار مهم اساسی داره میتونه حساب و منطق رو انجام بده می‌تونه اطلاعات رو منتقل بکنه از قسمتی از حافظت به قسمت دیگه و اینکه میتونه بین چند تصمیم مختلف بین دستوره شرطی گذر بکنه و تصمیم درست و صحیح رو نسبت به برنامه نویسی ما اتخاذ بکنه معیار خوب بودن یک سی یا یک میکرو نسبت به باقی میکرو و سی پیو ها یکی از معیارهاش اینه که حد اکثر فرکانس کار کرده اون به چه صورته ما آمدیم سیگنال ساعت رو خدمتتون معرفی کردیم اومدیم فرکانس رو هم خدمتتون معرفی کردیم. اگه یک CPU نسبت به سپیوی دیگه دارای فرکانس سیگنال ساعت یا سیگنال کلاک بیشتری بود، اون سپیوی توانمندتره. چرا؟ چون میتونه در ثانیه در یک ثانیه که مد نظرتون هست، تعداد محاسبات منطقی بیشتری رو نسبت به سپیوی دیگه داشته باشه. چرا؟ چون سیگنال کلاک اون سریعتره و خدمتون ارز کردیم که محاسبات بر اساس جهش های سیگنال کلاک در داخل تراشه و میکروپروسسور و سی پیو اتفاق میافته پس اگه خواستید یک ریس بردازنده و سی بهتری رو نسبت به یک ریس بردازنده و سی پیو دیگر مقایسه بکنید و انتخاب بکنید یکی از معیاراش اینه که کدومشون میتونن حداقل فرکانس سیگنال کلاک بیشتر رو برای خودشون داشته باشن خب اینم از بحث ریس پردازنده و سی بریم وارد مباحث اصلی تر استفاده از بورت های آردوینو بشیم